ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی تا زنان یگان ویژه در اعتراضات جدید بار دیگر موضوع ساختار سرکوب جمهوری مطرح شده است ساختاری که به مرور و در اعتراضات مختلف تکمیل شده و به اجزا و تجهیزات نیروهای آن افزوده است در ایران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، نیروی انتظامی یا پلیس، بسیج و سپاه های استانی و قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مسئولیت سرکوب اعتراضات را دارند. اما بستگی به حجم و گستردگی اعتراضات رده و نحوه حضور آنان متفاوت است. مسئولیت هماهنگی بین این نهادها بر عهده شورای امنیت کشور یا شورای امنیت ملی است. ریاست شورای امنیت کشور بر عهده وزیر کشور است و فرماندهان این نهادها که در سرکوب اعتراضات نقش دارند نیز عضو این شورا هستند. شورای امنیت ملی نهادی بالاتر از شورای امنیت کشور است و در مواقع حادتر این شورا درباره اعتراضات تصمیم می گیرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و رؤسای مجلس و قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران و وزیر اطلاعات عضو آن هستند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی نیز افرادی را به عنوان نماینده خود در این شورا منصوب می کند. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد. در استانهای ایران نیز شورای تأمین استان وجود دارد که با حضور استاندار و برخی معاونان او و همچنین نمایندگان سپاه پاسداران نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تشکیل می شود و وظیفه تصمیم گیری درباره موضوعات امنیتی مربوط به استانها از جمله اعتراضات را دارد. این سنهاد درباره نحوه سرکوب اعتراضات تصمیم گیری می کنند و تصمیمات آنان توسط نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی اجرا می شود. بسته به گستردگی اعتراضات در عرصه عمل یا به تعبیری خیابان مسئولیت سرکوب به ترتیب بر عهده نیروی انتظامی و به خصوص یگانهای ویژه این نیرو بسیج و سپاه های استانی و قرارگاه سارالله تهران است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نیز در جریان اعتراضات معمولا وظیفه ارزیابی اعتراضات و همچنین شناسایی افراد تاثیرگذار در اعتراضات و بازداشت آنان را دارند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همچنین معمولا همزمان با هر اعتراض گسترده ای، تعدادی از نیروهای سیاسی یا فعالان مدنی را که فکر می کنند در سازماندهی اعتراضات نقش دارند در خانه های خود بازداشت می کنند، تا به زعم خود باعث ترس در معترضان شده و همچنین اعتراضات کاهش یابد. در اعتراضات به از بین بردن محسا امینی بیشتر نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در خیابان دیده شدند. هرچند این وضعیت در تمام کشور یکسان نبوده است. به طور مثال، در استان کردستان که همواره وضعیت امنیتی دارد، احتمال دارد که از همان ابتدا نیز نیروهای سپاه پاسداران در بخشهایی در سرکوب اعتراضات نقش داشته باشند. با این حال، معمولا رده اول سرکوب نیروهای انتظامی و در مرحله بعد، یگانهای ویژه نیروی انتظامی هستند. حسن کرمی فرمانده نیروهای یگان ویژه گفته بود زمانی که قدرت و توان از اداره و کنترل مأموران کلانتری یا مأموران عادی پلیس و سایر نیروها خارج شود به که آنها نتوانند اوضاع را آرام کنند و اختشاشات گسترش پیدا کند واحدهای یگان ویژه با توجه به مأموریت‌های محوله وارد عمل می‌شوند واحد های ضد شورش یگان ویژه با یونیفرم های سیاه یا پلنگی یا کلاه کاسکت و نقاب و همچنین موتورهای شاسی بلند شناخته می شوند. اسدالله هادی نژاد جانشین فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی سال 1390 گفته بود که سی واحد نیروهای یگان ویژه در مرکز سی استان کشور مشغول کار هستند و این نیروها در تابعیت و تحت آموزش و پشتیبانی یگان ویژه مرکز که در تهران مستقر است فعالیت می کنند. او گفته بود که این نیروها باید ورزیده باشند و حداقل قد آنان 175 سانتی متر است. نیروهای یگان ویژه علاوه بر باتوم تجهیزاتی چون تفنگ پرتاب گاز، تپانچه گاز، دستگاه های پرتاب گاز، نارنجک دستی اشکاور و اسپری اشکاور دارند نیروهای یگان ویژه و نیروی انتظامی بر اساس عرف نباید برای سرکوب اعتراضات از شلیک مستقیم گلوله استفاده کنند و باید معترضان را تنها با باتوم یا گاز اشکاور پراکنده کنند با این حال از اعتراضات سال 1396 به بعد استفاده از شلیک مستقیم در اعتراضات شدت یافته است و به گزارش خبرگزاری رویترز در اعتراضات آبان 1398 حدود 1500 نفر از معترضان جان خود را از دست دادند. بر اساس برآوردها از گزارش نهادهای حقوق بشری نیز می توان برآورد کرد که در اعتراضات اخیر نیز حداقل هفتاد نفر از معترضان جان خود را از دست دادند که تقریبا همه آنها بر اثر اصابت گلوله بود است. اتحادیه اروپا اواخر فروردین ماه سال گذشته حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی را در فهرست تحریم خود قرار داد. حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد. در اعتراضات اخیر خبرگزاری مهر با اشاره به ویدئویی از حضور نخستین گروه از زنان یگان ویژه نیروی انتظامی برای مقابله با اعتراضها خبر داد. حسن کرمی فرمانده نیروهای یگان ویژه سال گذشته از تشکیل واحدهای عملیاتی زنان یگانهای ویژه ناجا در تهران و نه استان کشور در سماهی اول امسال خبر داده بود. رده بعدی برای سرکوب اعتراضات پس از نیروی انتظامی و یگانهای ویژه نیروهای بسیج و سپاههای استانها هستند در هر یک از استانهای ایران یک سپاه فعالیت می کند. فرمانده سپاه استانها توسط فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب می شود. نیروهای بسیج نیز زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می در هر استان نیروهای بسیج گردانهای مختلفی دارند که برای سرکوب اعتراضات سازماندهی می شوند. این گردانها در طول سال در دوره های مختلف شرکت می کنند تا برای سرکوب مردم خودشان همیشه آماده باشند.